وزارت حمل و نقل عراق آمادگی خود را برای اجرای طرح خدمات رسانی در ماه محرم الحرام و زیارت اربعین اعلام کرد. همکارم با اشاره به بیانیه وزارت حمل و نقل عراق در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. وزارت حمل و نقل عراق روز دوشنبه از تکمیل مراحل مقدماتی برای اجرای طرح خدمات رسانی در ماه محرم الحرام و از آمادگی تمامی مراکز مربوطه برای خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که شرکت‌ها و سازمان‌هایی همچون سازمان حمل و نقل مسافر و هیئات، شرکت حمل و نقل خصوصی، خطوط هوایی عراق، راه آهن عراق و اداره فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی برای خدمت رسانی به زائران و عزادگان حسینی به مناسبت تاسوعا و عاشورا در آمادگی کامل به سر می‌برند. وزارت حمل و نقل عراق در ادامه افزود، سازمان حمل و نقل مسافر و هیئات مقدمات فعالیت‌های خود را با تعمیر و نگهداری اتوبوس‌ها و تأمین نیروی فنی و اداری و یگان‌های بازرسی برای موفقیت آمیز بودن طرح زیارت عاشورا آغاز کرده است. همان گونه که تمامی امکانات این سازمان در زیارت اربعین به کار گرفته می‌شود. وزارت حمل و نقل عراق همچنین تأکید کرد که اتوبوس‌های این شرکت برای انتقال زائرانی که از گذرگاه‌های مرزی به سمت شهر مقدس کربلا می‌آیند و نیز برای تسهیل حمل و نقل در حله و بغداد با هماهنگی استانداری‌ها و وزارت کشور کار خود را آغاز خواهند کرد. در ادامه این بیانیه آمده که همچنین شرکت حمل و نقل خصوصی تمامی ظرفیت لوجستیکی خود را در حالت آماده باش قرار داده و ده ها هزار وسیله نقلیه را برای انتقال زائران از استانهای مختلف به کربلا فراهم کرده و علاوه بر آن مدیران بخش ها را به حضور میدانی در همه استانها برای نظارت و حمل و نقل زائران اعزام نموده است. در ادامه بیانیه وزارت حمل و نقل عراق آمده که راه آهن عراق نیز ضمن آماده سازی ایستگاه قطار کربلا برای پذیرایی از زائران 13 قطار را برای جابجایی زائران در ایام عاشورا و اربعین آماده بهره برداری نموده است. شرکت خطوط هوایی عراق نیز از بکارگیری کل ناوگان 26 فروندی خود در ایام عاشورا و اربعین با همکاری خطوط هوایی بحرین، کویت، بیروت، ایران، هند و پاکستان برای انتقال زائران خبر داد. در این بیانیه به نقل از رئیس اتاق عملیات وزارت حمل و نقل عراق و معاون امور اداری وزارت امور خارجه آمده است که تمامی سازمان و شرکت‌های دست‌اندرکار در رابطه با حمل و نقل طرح‌های خدماتی خود را به دستور وزیر به اتاق عملیات مشترک ارسال کردند تا به صورت یکپارچه از سوی وزارتخانه هماهنگی میان آنان صورت پذیرد.